این شماره 210 سمتی است که قطب‌نمای شناور نشان می‌دهد. از بوشهر که بیرون می‌زنی، این سمت تو را به سویی می‌برد که برای ناوهای آمریکایی به یک کابوس شبیه شده و اگر می‌توانستند آن را غرق کنند قطعاً می‌کردند. به سوی جزیره فارسی و یک تاریخچه 30 ساله. اینجا جزیره فارسی است. سالهای 1365 تا 1367 یعنی اوج درگیری های میان ایران و امریکا. این جزیره زمانی پذیرای ناوگروهی بود که به فرماندهی مردی خاص اتفاقات بزرگی را میان ایران و ایالات متحده رقم زد. امریکایی ها مدعی هستند هر دو مین ضد کشتی که منجر به انهدام نفتکش تبلیغاتی برینچتون و افتضاح انهدام رزمناو ساموئل بی رابرتس شد از سوی ناوگروه نادر مهتبی از این جزیره رها شده بود و شاید به خاطر همین در 17 مهر ماه سال 1366 با چند فروند بالگرد بی صدا روی جزیره هجوم آوردند و باز از بخت بعد یک بالگرد فوق مدرنشان توسط موشک های استینگر امریکایی مورد اصابت قرار گرفته. کل جزایر جنوب از جمله جزیره فارسی به ناوهای هواپیمابر ثابتی میمانند که سینه در سینه تمام قدرت‌های دشمن فرامنطقه ایران سپر کردند. خیلی از لحاظ استراتژیکی یکی از استراتژیک‌ترین جزیره هست جزیره فارسی. میدونید که نزدیکترین جزیره به جزیره عربی که متعلق به عربستان هست و خودش یک ناو هواپیمابر ثابت هست. برای دشمن خیلی مهم هست. چون دشمن نمیخواد ما اونجا باشیم، ما توی عمق دریا در نزدیکی اونها، این خیلی از لحاظ استراتژیکی مهم هست برای نظام جمهوری اسلامی ایران. از این حیث حضور مقتدرانه در آنها یعنی کابوس ترددهای متکبرانه ناوهای عظیم غربی. به همین دلیل سپاه به عنوان نیروی با قابلیت بن‌بست شکنی و توسعه سریع برای استقرار و نبرد در این مناطق از سوی فرماندهی کل قوا برگزیده شد. از اون موقع خوشبختانه نیروی دریایی سپاه با راه اندازی مناطق دریایی، پایگاه دریایی و با یک اقتدار بی‌نظیری در سواحل و در جزایر خلیج فارس مستقر شدند. خب ما هم به عنوان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در جغرافیای خلیج فارس، از اونجایی که این منطقه دارای پیشینه حماسی و عملیات‌های مقابله به مثل در دریا در دوران دفاع مقدس داشتیم، هم در جزایر و هم در سواحل مستحکم‌تر از گذشته سازماندهی کردیم و مستقر شدیم. لذا ما اکنون دارای توانمندی و قابلیت‌های بالایی برای ارتقاء توان بازدارندگی جمهوری اسلامی و همچنین دفاع از مرزهای آبی جمهوری اسلامی برخوردار هستیم. گشت زنی های مستمر روزانه امری عادی است که توسط نیروهای شناسایی سپاه در تمام حدود مرزی ایران در خلیج فارس انجام می شود. کلیه ناوهای عبوری و اسکورت هایشان موظفند که مسیر و مبدا و مقصد خود را مطابق قوانین بین‌المللی به گشتی های کشورهای ساحلدار در خلیج فارس اعلام دهند، اگرچه ارتش متکبر امریکا به هیچ کشوری پاسخ نمی دهد، اما ناچار است در تمام موارد به سوالات گشتی های سپاه تمکین نماید. اما در دی ماه 94 در یکی از این شناسایی ها واقعی رخ داد که جهان را تا مدتی متوجه اخبار نیروی دریایی سپاه کرد. با پاسداران حاضر در این واقعه همراه شدیم تا از چند و چون آن حادثه بشنویم. ما دوستان ما تو همون حوالی جزیره فارسی در حال گشت‌زنی بودن که فرمانده کنترل جزیره فارسی که هدف مشکوکی رو تو رادار دیده بود، اینا بلافاصله به دوستان ما در دریا اطلاع دادن که اینو شناسایی بکنن. دوستان ما هم بلافاصله نقطه‌شو پیدا کردن و نقطه‌یابی کردن و به سمت او هدف حرکت کردن. به معنی که اون دو شناور به
اون دو شناور رزمی رسیدن اعلام کردن که این دو شناور شناورهای ائتلاف بخصوص شناورهای آمریکایی است. به طور سری و در کمترین زمان ممکن دو تا از تفنگدارانمون رو با همراه با شناورها به دریا اعزام نمودیم. تو همچی موقعی همچی ساعتی هم تقریبا بود. دل زمین دریا دیگه. یعنی باید می‌رفتیم. بلافاصله اطلاع دادن، دستور داده شد که بلافاصله اینها را محاصره بکنید. واقعا آمریکایی‌ها تو اون لحظه کاملا یعنی حالت یه دستپاچگی و کاملا مات و مبهوت اصلا از این موضوع که دیگه به صورت یه جوری که انگار غافلگیر شدن. طوری که برخورد میکنن احتمال توقیفشون وجود نداره. به معنی که ما به اون دو فرمان شناور آمریکایی رسیدیم، یکیشون که خودش رو تسلیم کرد، در وهله اول اونی که متوجه خواب بود، اون که سالم‌تر بود خواست از معرضه بگریزه. در حدود تقریبا 200 متر رفت قایقی ما، رفتم اون رو سریعا محاصره کردم، دیگه راه تسلیمی ندید. برای اولین بار یکیشون خواست دست به سلاح تیروار بشه، اما آنجایی که خداوند ترس و وحشت در دل کفار نهاده جرأت این کار نداشتن. بچهای ما سریعا اسلحه های تیروار 12-17 که در شناور داشتیم و از این انفرادی که دست داشتیم به طرف آنها مسلح کردیم. به محض اینکه سلاح را مسلح کردن، اون نفراتی که روی عرشه شناور بودن دستاشون رو بالا گرفتن و زانو بر زمین گذاشتن و تسلیم شدن. و اونا با دیدن ابهت و جذبه و وقار یه پاسدار و ایرانی ترسیدن. عیناً آقا به چشم خودم دیدم ترسو بودن و بزدل بودن و ترس در چهره اینها. دستور دادیم که شناورها تو ایستایی کامل باشن. بعد خودمون اونجا نزدیک شدیم، دوستانمون پشت قبضه ها کاملا مسلح وایستاده بودن. بعد به همراه دوستانمون وارد شناورهاشون شدیم، دیگه کلا عملیات دستگیری رو انجام دادیم. با توجه به آموزش هایی که دیده بودن، تجهیزاتی که داشتن، امکاناتی که داشتن، ولی ترسوترین بزدلترین سربازانی بود که دیده بودن. با فهمیدن نافتی به شناوریمون که داشتیم باشون به طور انگلیسی مکالمه که نه نترسین، ایران یک کشور بسیار خوبی است و ما کاری به شما نداریم، شما فقط نقض احریم کردین، ما شما رو میبریم داخل جزیره و طبق قوانین بین المللی برخورد میشه. ناو هواپیمابر فرانسوی و هواپیمابر آمریکایی که فاصله زیادی هم تقریبا داشتن از جزیره فارسی، بلافاصله با تمام سرعت اومدن سمت جزیره فارسی که کمک بکنن به تفنگدارهای آمریکایی که دستگیر شده بودن. مرتب اصرار داشت که من نیروی ما را آزاد بکنن و فاصله رو داشت کمتر میکرد و کمتر به جزیره، و از هیئت ائتلافشون هم درخواست کمکی خواست که ناو واپنوبر فرانسوی و یک فریگت از آلمان. این دستگیری چند نکته مهم داشته. اول اینکه نیروهای امریکایی برای کشتن بیش از 1000 نفر سلاح و مهمات در اختیار داشتند و از سوی دو ناو فوق مدرن هواپیمابر حمایت می شدند. اما ضعف، اشک و هراس از مرگ به سرعت آنها را در هم شکست و تسلیم شدند. نکته دوم انتقال آنها به جزیره فارسی است. انتقال به جزیره‌ای که امریکایی‌ها اصلاً از آن خاطره خوبی ندارند و سبب شد تا ناوهای آنها در نوع واکنشی که باید نشان بدهند در بمانند. بعد دیگه 2 ساعت که متوجه شدند که دست تفنگدارانشون دست نیروی دریایی سپاه افتاده، واقعاً دست پاچه شده بودند و یه هلیکاتی ازشون سر می‌زد که خیلی کاملاً غیر حرفه‌ای و عجولانه بود و واقعا نمیدونستن که چه تصمیمی رو بگیرن. This is Coalition Warship Roger, I read you. We are seeking assistance in returning our distressed mariners. Will you help us? باشین Coalition Warship پس کانال 16 هستیم. ما کانال 16 به گوش هستیم. تأکید میکنم اقدامات تحریک‌آمیز انجام ندید و اینکه باید و هواپیما یا پهپادی که دارید از منطقه دور کنید و سعی کنید که از هر گونه اقدام تشنج‌آمیز یا خطرناکی جدا اجتناب کنید. نیرو دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تمام توان رزمی در آبادی کامل هستش. برخلاف ادعای مترجم فارسی زبان، تنها چند ساعت بعد واکنش بسیار تند ناو امریکایی نشان از فشار شدید پنتاگون روی نیروهای مستقر بر ناوهای هواپیما بردارد.
و این ناو بلافاصله هواپیماهای خود را برای درهم کوبیدن ایمان و باور نیروهای سپاه از عرشه بلند می‌کند. جنگنده ها بودن بر فراز جزیره و ما هم با چف دستی و کلت منور به طرف آنها شلیک میکنیم. آسمان جزیره برای اونا نائم بشه. پس از اینکه آسمان جزیره براشون نائم شد و اختارهای شدیدی از طرف اقبه جزیره فارسی یعنی از طرف خود منطقه دوم و گروه موشکی از بوشهر با آنها مخابره شد، اونا مجبور شدن که جنگنده‌هاشون هم بر فراز جزیره ترک کنن و برن بر روی ناو بشینن و به ناو هم اختار داده شد که سریعا باید فاصله بگیرن. مجبوراً فاصله گرفتن برای مذاکره. یه جوری داشتن به التماس میکردن که ما میخواییم فقط مطمئن بشیم نیروی ما زنده هستن. و بعد از این دیگه واقعا فهمیدن که دیگه راهی کاری از پیش نمیبرن و دیگه روی آوردن به روش های دیپلماسی و انوارش سیاسی وارد عمل شدن و هم از نظر سیاسی عذرخواهی کردن و اشتباه خودشون پذیرفتن. خود تفنگدارم که واقعا تو صدا و سیما پخش شد هم عذرخواهی کردن هم گفتن که ما اشتباه کردیم که وارد آبهای جمهوری اسلامی شدیم. خاک ریش داری که با غرور و غیرت راشو عوض نکرده، هیهات من نزله، هیهات من نزله، هیهات من نزله، هیهات من نزله. هم توقیف این شناورها و هم آزادسازی این شناورها با رعایت سلسله مراتب بود که توقیف اونها بر اساس دستورات بود و آزادی اونها هم بر اساس تدابیر نظام جمهوری اسلامی بود. منتها ما چون از طریق سلسله مراتب فرماندهی فرمان را دریافت میکنیم و همه دست اندرکاران نظام هم در همون ساعات اولیه در جریان قرار گرفتن، لذا از سلسله مراتب فرماندهی سپاه یعنی فردای اون روز دریافت کردیم که این شناورها را آزاد کنیم و اونها را تحت الحفظ در آبهای خلیج فارس رهاسازی کردیم. در عرصه دیپلماسی تمام تلاش غرب بر این بود که اجرای برجام را نشانه شکست ایران بداند، اما خبری چنین مهم با تصاویری چنین زلفدار فضا را کاملا به سود ایران اسلامی تغییر داد. از همین رو رهبر معظم انقلاب این اتفاق را در دیدار خصوصی با فرماندهان و نیروهای حاضر در آن صحنه کار خدا و حرکتی به هنگام و به موقع نامیدند و آنقدر برایشان حائز اهمیت بود که به این عزیزان مدال فتح اهدا نمودند. اما در این دیدار به نکته ای اشاره کردند که درس بزرگی برای همه مسئولین کشور باشد، بسیار بزرگتر از تصرف قاگخوگ امریکایی. کسانی که مسئولین سیاست هستند در همه عرصه جهانی همینجور عمل کنند، مراقب تجاوز دشمن باشند، ببینن کجا تجاوز میکنه، از خطوط کجا داره تجاوز میکنه، جلوشو بگیرن با قدرت. مخان بیهود افسانه تو این زین خانه بیگانه، مرا مرز برگ و بر، مرا این خاک لعل و زر، منم جاشوی این بندر، من آسان بگذرم از سر، من آسان بگذرم از جان، منم جاشوی این بندر، منم سلمان، منم بوذر، تو بود اهل ستم پرور، منم آتش، منم اخگر، توی همزاد خاکستر، من آن تیغ اول فصلم، من آن تیغ اول فصلم، تو جوشن زاده کافر، تو باشی گردر خیبر، منم سرپنجه حیدر، منم سرپنجه حیدر، منم